با سلام های بسیار گرم خدمت بینندگان عزیز برنامه رهایی زن، امیدوارم هفته گذشته هفته خوبی برای یکایک که شما عزیزان بوده و آماده دیدن برنامه امشب هم هستید. مینو همتی هستم و بر طبق روال هر هفته برنامه رهایی زن رو تقدیم حضورتون میکنم. برنامه ها از طریق کانال یک در روز جمعه ها ساعت 12:30 به وقت تهران، شنبه ها ساعت 17:30 به وقت تهران و دوشنبه ها ساعت 14 وقت تهران پخش و بازپخش میشه. لطف کنید زمان پخش و بازپخش رو به علاقمندان برنامه و به طور ویژه به فعالین حقوق زنان اطلاع بدید. از عزیزانی که سوال میکنید چطوری برنامه ها رو ببینید اگه ماهواره ندارید، طبیعتا میتونید از طریق خود کانال یک مستقیما از طریق اینترنت برنامه ها رو نظاره‌گر باشید. دوستانی که در هفته گذشته با ما ارتباط داشتید از طریق ارسال ایمیل ها و پیغام هایی که برای پیامگیر میذارید، عکس ها و نظراتتون بسیار سپاسگزار هستیم و کماکان با ما در ارتباط باشید. مرگ فریناز خسروانی 26 ساله. در پی مرگ فریناز، دختر جوان 26 ساله که کارمند هتل تارا در شهر مهابات بود، واکنش های مردم شهر و مسئولین حکومتی طبیعتاً به این تراژدی مباحث و تفسیرهای گوناگونی رو در رسانه ها و شبکه های مجازی به جریان انداخت. در برنامه امشب ضمن ابراز تسلیت به خانواده و به طور ویژه به دوستان فریناز، با دو دختر فعال جوان در عرصه زنان که این دو عزیز زاده مهابات هستند، در مورد شرایطی که منجر به این تراژدی شد، روایت‌های گوناگون و واکنش مردم و به خصوص جوانان شهر مهابات به این مسئله به گفتگو می‌نشینیم. شادی و روپاک عزیز، فعال حقوق زنان، خوش آمدید به برنامه رهایی زن. خیلی ممنون. هم سلام عرض میکنیم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان. روپاک و شادی، با شناختی که از شما دو عزیز دارم از شهر مهابات و جامعه شهری زادگاهتون دارید، ارتباطات نزدیکی با آشنایان خودتون در این شهر داشتید؟ مطلع هستم که تماسایی داشتید. لطف کنید بینندگان ما رو در جریان اونچه که مردم شهر در این باره نقل میکنن قرار بدید. بفرمایید. بله، روز چهارشنبه 14 اردیبهشت 94 بود که یه دختر جوان 26 ساله مهابادی به نام فریناز خسروانی که از کارمندان هتل تارا بوده، از طبقه چهارم هتل خودش رو به پایین پرت میکنه و کشته میشه. بعد از این واقعه عصر روز پنجشنبه 17 اردیبهشت تعداد زیادی از مردم مهابات در اعتراض به مرگ مشکوک فریناز و عدم پاسخگویی مسئولین در خصوص مرگ فریناز خسروانی در مقابل هتل تارا تجمع کرده و به این هتل حمله می کنن و اونو به آتش می کشن. تجمع کنندگان اعلام کردند که مرگ که فریناز خسروانی برای جلوگیری از تجاوز کارمند وابسته به اداره اطلاعات از طبقه چهارم این هتل خودش رو به پایین پرت کرده. طبق گفته معترضان، صاحب هتل تارام با یک اطلاعاتی به نام با یک اطلاعاتی به عنوان بازرس تبانی کرده بوده تا در ازای صدور تاییدیه برای ثبت هتل به عنوان هتلی 5 ستاره شرایطی رو به وجود بیاره تا بازرس بتونه به کارمند هتل تجاوز بکنه و همین باعث میشه که فریناز خسروانی کارمند هتل وقتی که در اتاق گرفتار نقشه صاحب هتل و بازرس میشه خودش رو از پنجره به پایین پرت بکنه و در دم جان بده. این تجمع با حمله نیروهای انتظامی و گارد ویژه به خشونت کشیده شد و ده ها نفر از شرکت کنندگان زخمی شدن و
تعداد زیادی از شرکت کنندگان توسط رژیم های نیروهای رژیم به رژیم بازداشت شدن. همین میخوام اینو اضافه کنم به این صحبت ها که این گفته هایی که مردم این معترضان اعلام کردن بعد این اتفاق افتاد که چند روز منتظر شدن تا از طرف مسئولین و نهادهای جمهوری اسلامی و پاس مسببین این واقعه دستگیر بشن که این کار اتفاق نیفتاد و کاملا سکوت برقرار بود و این مسئولی کاملا سکوت کردن در این واقعه و به همین دلیل چون سکوت کرده بودن مردم خشمگین شدن و اعتراض کردن. شادی اروپا، خود شما جوان هستید و میتونست این اتفاق برای شما و یا هر کس دیگه و یا یکی از نزدیکان شما اتفاق بیفته. به نظر شما کاری که فریناز کرد بهترین تصمیمی بود که یه نفر توی این شرایط میتونست بگیره؟ آیا فکر میکنید که روش های بهتری هم برای مواجه شدن با این تعرضات به زنان میشه جستجو کرد، دنبال راه حل‌های دیگه رفت؟ بله، چون ما اهل محبت هستیم، این اتفاق میتونه برای هر یکی از نزدیکان ما، برای هر کسی اتفاق بیفته، باید میتونه برای هر کسی هم اتفاق بیفته. این واقع ببینید با وضعیتی که جمهوری اسلامی به وجود آورده و با همه قوانین اسلامی زن ستیز و ضد زن در جمهوری اسلامی، امیدی برای راه قانونی وجود نداره. یعنی مردم کاملا امیدشون از دستگاه های قضایی دولتی قطع کردن برای محاکمه و شناسایی مجرمین، همچنان که در پرونده ریحانه جباری این کار انجام شد و ریحانه بیگناه رو اعدام کردن. این نشون میده که هیچ امیدی به مجازات مجرمین نیست. ما نمونه های دیگری هم داریم، مثل مانند حادثه اسفاشی در اصفهان که عاملین این جنایت راست راست در خیابان راه میرن و دستگیر هم نشدن. ولی با این حال این روش درستی نیست و تصمیم درستی نیست خودکشی کردن و کار درستی نیست در این مواقع. در این مواقع باید در مقابل این جنایت ایستادگی کرد و باید مبارزه کرد. خودکشی راه حل نیست. البته مردم باید وارد عمل بشن و با اعتراضشون از مسئولین بخوان که مسببین رو دستگیر کنن. اگه اعتراضات شدید باشه و زیاد باشه میتونن کاری بکنن. مردم و زنان و مخصوصا زنان باید تشکلهای تشکیل درست کنن که از این طریق مراسم های اجرا کنن در سطح شهر و باید در این مراسم ها و در این تجمع ها به زنان یاد بدن که مقاومت مبارزه کنن و تسلیم شدن در برابر جمهوری اسلامی فقط جمهوری اسلامی رو پارتر میکنه و چون جمهوری اسلامی میخواد و کارش همینه و میخواد از این طریق مردم رو تحت سلطه خودش قرار بده. بله، فقط میخواستم منم تاکید بکنم که این متاسفانه موضوع اول و آخر جمهوری اسلامی نیست. سر موضوع ریحانه هم همین جوری بود. مقامات جمهوری اسلامی تفره رفتن از بیان واقعیت و متاسفانه این کار کثیف دوباره تکرار شد. متاسفانه فکر میکنم وضعیت از زمانی که جمهوری اسلامی حکومت میکنه این احکام و احکام وحشیانه اسلام دوباره و بارها پیاده میشه. همطور که خودتون هم در صحبتاتون اشاره کردید، فریناز از کارکنان این هتل بوده. تصور میکنید اگر کارکنان این هتل عضو یک تشکل مستقل صنفی بودند، تشکلی که به هر حال در این جور مواقع میتونه از تک تک اعضایش در برابر این تعرضات مدیریت و مراجعین حمایت بکنه، یک همچین تراژدی دردناکی آیا اتفاق میافتاد؟ و اگر هم اتفاق میافتاد میتونست به نحو دیگه‌ای بهش برخورد بشه یا نظرتون چیه در این مورد؟ بله، 100%. طبعا اگر سازمان صنفی وجود داشت این اتفاق نمیافتاد. با ترجمه که فریناز از کارمندان هتل بوده، فکر میکنم اگه سازمان صنفی وجود داشت در حمایت از اعضاش چنین تراژدی اتفاق نمی افتاد، چون در این میان هیچ نهادی نبود که پاسخگو باشه.
اگه نهاد یا نهادی مستقل وجود داشت که در چنین اتفاقاتی پشت اعضاش رو بگیره و در مقابل این تعرضات از تک تک اعضاش بتونه حمایت بکنه، مسلما این اتفاقات به مینیموم میرسه. مثلا در کشوری که ما هستیم نروژ، همچین تشکل ها و نهادهایی وجود داره که در مقابل هر نوع تعرضی به کارمند وارد عمل میشه. همچین نهادی نیست متاسفانه در ایران، و چیزی که در این میان مردم رو خیلی خشمگین کرد سخنان زد و نقیض مسئولین قضایی کشور در رابطه با این حادثه بوده که انتظار دیگه هم جزین ازشون نیست، و بار دیگه نشون داد که هدف این رژیم فقط دروغ گفتن و فریب دادن و تفره رفتن از گفتن واقعیته. چون اگه واقعیت گفته بشه مسلما دستشون رو میشه. و میخوام اشاره بکنم به سخنان مسئولین در مورد این حادثه. محمد دادفر، معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی، در اولین واکنش به این ماجرا اعلام کرد که متهم از فریناز خواستگاری کرده و فریناز قصد داشته از اتاق خارج بشه که به دلیل سرعت در حرکت از پنجره سقوط کرده. بعد از این اعلام کرد که طبق تحقیقات پلیس، مدیر هتل به مادر این دختر جوان در مورد رابطه ادعایی اطلاع داده و دختر از ترس مادرش میخواسته از طریق بالکن به طبقه پایین تر بپره و کشته شده. و آقای منتظر المهدی، معاون اجتماعی پلیس ایران، اعلام کرد که یک مظنون دستگیر شده که مأمور اطلاعات نیست. البته من میخوام چیزی رو اشاره کنم چون به اینکه این حرفای ضد و نقیض و تقریبا خنده‌دار مسئولین باعث شد که مردم اینقدر به خشم بیان و هر روز یه صحبت‌های خیلی ضد و نقیضی داشتن. و یه چیز دیگه ای که در مورد شناخت خودم از مردم مهاباد دارم اینه که با توجه به اینکه این دختر لیسانس کامپیوتر داشته و دانشگاه رفته و دختر کاملا امروزی و مستقلی بوده و کار میکرده و بعید میدونم که از ترس مادرش جونش رو به خطر بندازه، چون روابط معمولا صمیمی بین مادر و دختر وجود داره، و با توجه به اینکه در این شهر با مردمش بزرگ شدم بعید میدونم همچین رابطه بین دختر مادر در جامعه امروز وجود داشته باشه. و اینها همشون این حرفای ضد و نقیض و این دروغهای خیلی بزرگ و شاخدار که مردم رو کاملا آدمهای احمق و احمقی تصور میکردن، و این باعث شد که مردم احساس کنن به شعورشون توهین شده و وقتی اونا میخوان تقاضای دستگیری عاملین رو میکنن این جوابهای خنده‌دار رو بهشون میدن و این خشم مردم رو بیشتر کرد. و اینکه این کاملا مسلم و آشکار بود که این طرف مأمور اطلاعات بود و کارمند اداره اطلاعات بود، ولی اینو همینجوری میگفتن که این مأمور اطلاعات نیست و خیلی حرفاشون زده نقیض بود که مردم خیلی خشمگین کرد در این اتفاقات. رژیم مانند همیشه مقامات دولتی تفره میره از پیگرد قانونی. به نظر شما این تفره رفتن مقامات حکومتی از پیگرد قانونی مظنونین این پرونده آیا زمینه رو برای تکرار و بازگذاشتن این جنایات بعدی فراهم نمی کنه؟ بله حتما همینطوره. مگه سر موضوع ریحان اینطور نبود؟ مقامات جمهوری اسلامی همیشه تفره میرن و همیشه تفره میرن از بیان واقعیت، چون میخوان دوباره این کارهای کثیف رو تکرار کنن. سیستمشون همینه. و این وضعیت تا زمانی که جمهوری اسلامی حکومت میکنه و تا زمانی که احکام وحشیانه اسلام در ایران حاکمه ادامه خواهد داشت. مردم باید مقاومت بکنن، باید بدونن که باید کاری بکنن، باید برن دنبال تشکل دادن تشکیل دادن تشکل‌های صنفی که بر علیه خشونت زنان باشه. مردم و جوانان خشمگینی که به خیابان ها اومدن و اعتراض و نارضایتی خودشون رو اعلام کردن نشان دادن که از این ظلم و نابرابری و
نابرابری به سوخ اومدن و از بخشم و نفرت خودشون از این رژیم با درگیر شدن با گاردهای ویژه جمهوری اسلامی نشان دادن و نشان دادن که کارت به استخونشون رسیده. خشم و نفرت زنان و مردم و جوانان و مهاجران نشون میده که اونا دیگه نمیخوان قربانی این رژیم باشن و میخوان با احکام وحشیانه و مردسالار و زن ستیز و کلن تمام قوانین مرتجع اسلامی مبارزه کنن. صحبت دیگه اینه که مردم در سر یه چیزی که میخوام اشاره کنم تو این بین که مردم خیلی آگاهن الان و آگاهی زیادی دارن و مردم میدونن که باید مبارزه کرد و کاملا دست رژیم و حاکمان رژیم براشون رو شده و اونقدر الان خشمگینن که هر حرکت دیگه تو در این موقعیت میتونه خشمشون رو زیادتر کنه و اعتراضای شدیدتری انجام بدن. وقت زیادی نداریم. به عنوان آخرین سوال، به نظر شما پاسخ دراز مدت مردم به این موزل و راهوی جلوگیری از تکرار اون چی میتونه باشه؟ مردم اگه بخوایم پاسخ مردم بررسی کنیم تو این زمینه، مثلا مردم در سر شهر کلمشین مثل سنندج و سردشت و حتی در کشورهای اروپایی مثل آلمان و سوئد و نروژ به منظور اعلام همبستگی با مردم مهاباد و حمایت از اونا و اعتراض به کشته شدن فریناز، دختری که قربانی حاکمیت و استبداد رژیم ایران شد، دست به تجمعات اعتراضی زدن که در ایران با کنترل شدید نیروهای امنیتی رژیم همراه بود. این واکنش و به این واکنش و پاسخ کوتاه مدت مردم بود که نشون داد خشمگینن و پاسخشون بود، پاسخ کوتاه مدت. اگه به دنبال پاسخ بلند مدت باشیم، همچنان که قبلا هم اشاره شد، باید نهادها و تشکلهای مردمی که توسط خود مردم و مخصوصا از طرف خود زنان ایجاد کرد که مردم با حضور داوطلبانه خودشون در این نهادها با فعالیت کردن میزان خودآگاهی مردم و مخصوصا زنان رو بالا ببرن. خوشبختانه چنین نهادها و سازمانهایی در چند سال اخیر در شهرهای ایران مخصوصا کرمانشاه خیلی فعال شدن و فعالیت خیلی زیادی انجام میدن و در مورد موارد و مشکلات جامعه مخصوصا مشکلات زنان از جمله قتل‌های ناموسی و خودکشی زنان و کلن ظلم و ستمی که قوانین خشونتبار اسلام بر زن تحمیل میکنه فعالیت مستمر دارن و این راه درست برای مبارزه با چنین فجایعی در جامعه هست و راه رسیدن درست به مطالبه آگاهانه و به حق زنان در جامعه هست، چون فریناز خسروانی اولین و آخرین قربانی این خشونت های علیه زنان نیست و این همچنان ادامه داره و این تشکیل دادن تشکل‌ها و سازمان‌های زنان خیلی خیلی کمک می‌کنه و خیلی مؤثر تو همچین زمانی. فقط من می‌خواستم اینجا اشاره کنم به اینکه متأسفانه به خاطر این قوانین زن ستیز و اخلاقیات ارتجایی که سال هاست بر جامعه و بر زنای جامعه ما حاکمه، متاسفانه زنای جامعه ما این خودآگاهی رو از دست دادن نسبت به خودشون. متاسفانه زنان جامعه ما این ستم ها و ظلم ها و این مصائب و مشکلات رو با بند بند وجود خودشون احساس میکنن، ولی چون به این خودآگاهی نرسیدن که میتونن، تنها راه رهاییشون اینه که بایستن در مقابل این ارتجاعات، این قوانین زن ستیز، و تنها راه رهاییشون همینه. به امید اینکه زنان جامعه ما یه روزی به این هدف مهم برسن و دیگه اتفاقات و تراژدی های مثل فریناز و زنهای دیگه و اتفاقات دیگه شاهدشون نباشیم، به امید اون روز. شادی و رفاک مطیعی عزیز، با سپاس فراوان از اینکه در این برنامه شرکت کردید و نظراتتون رو با بینندگان ما شریک شدید.
ممنون.